این فیلم داستان یه مردی هستش که مهره مار داره و همه دخترها رو به سمت خودش جذب میکنه و باهاشون رابطه داره. اسم این فیلم گود لاک چاک هستش، یا اینکه موفق باشی چاک. تو ادامه این ویدیو اسپویلر وجود داره، پس مراقب باشید. فیلم با یه سری بچه شروع میشه که دارن بطری بازی میکنن. قوانین بازی اینطوریه که اگه که بطری به سمت جنس مخالفت بیفته، اون دو نفر باید برن توی کمد و همدیگر رو بوس کنن. نوبت استو هستش و بطری اون به سمت دختر میفته که از اون خوشش نمیاد و اونا با همدیگه میرن توی کمد تا بوس بازی کنن. بعد از اینکه استو میره توی اتاق، نوبت چارلی میرسه که بطری رو بچرخونه. اون امیدواره که بطریش به سمت اون دختر بیفته که لباس سبز داره، ولی بطری اون به سمت دختر کنارش میفته به اسم آنیشا. آنیشا که از چارلی خوشش میومده از این خوشحال میشه، ولی چارلی ناراحت میشه. پس اونا میرن توی کمد و آنیشا سعی میکنه که بیاد و ببوسدش، ولی چارلی که از اون خوشش نمیاد بهش میگه نزدیک نشو. دختره خیلی تلاش میکنه و آخرش هم اونو هولش میده و از کمد پرتش میکنه بیرون. آنیشا که از دست چارلی خیلی ناراحت میشه، چارلی رو نفرین میکنه که امیدوارم هر دختری که عاشقش میشی با پسری که بعد از تو میاد ازدواج کنه. فیلم میره به زمان حال. چارلی الان یه دکتر دندونپزشک خیلی موفق شده و دوستش استو جراح پلاستیک شده. چارلی به استو میگه که اون با یه دختری به اسم کارول به هم زده. همینجوری اونا داشتن با هم صحبت میکردن که اونا میرسن به مطب استو. مطب استو پر از دخترای سکسی هستش، ولی مطب چارلی پر از آدمهای پیر و پاتاد. بعد از اینکه کارشون تمام میشه، اونا میرن به سمت مراسم عروسی کیتی که دوست دختر قبلی چارلی بوده. توی مراسم عروسی که هستن، کیتی از چارلی تشکر میکنه و بهش میگه تو برای من مثل مهره مار بودی و برام شانس آوردی و باعث شدی که من بتونم عروسی کنم. توی مراسم عروسی دختری هستش که به چارلی نگاه میکنه و آمار میده، ولی به نظر میرسه چارلی ازش خوشش نمیاد. ولی چشمای چارلی روی دختری هستش به اسم کم وکسلر که خیلی زیباست. کم وکسلر به صورت تصادفی میاد کنار چارلی میشینه و اونا شروع میکنن به صحبت کردن. این دختر با اینکه خیلی زیباست، اما متاسفانه خیلی دست و پا چرفتیه. بعد از اون عروس میاد و چارلی رو میبینه و میخواد ازش تشکر کنه که دعوتش رو قبول کرده و اومده. توی همین بین چشم چارلی به دوست دختر قبلیش میفته که اونم به نظر میاد یه مرد جدید رو پیدا کرده و با هم دیگه لاو میتره کنن. روز بعدش که چارلی میره مطبش شوکه میشه، چون میبینه تمام کسایی که توی مطبش هستن یه مش دختر در داف هستن. بعد از اون وقتی که استو و چارلی دارن قدم میزنن، یکی دیگه از دوست دخترای قدیم چارلی که همون کارول بود میاد و ازش تشکر میکنه و بهش میگه که تو عشق واقعی منو به هم رسوندی. اون بهش میگه که تو باعث شدی که من شانس بیارم بتونم عشقمو پیدا کنم. وقتی چارلی میره خونه، کلی پیام صوتی براش اومده از زنهای مختلف که همشون دوست دارن اونو ملاقات کنن. از اون طرف فیلم کم رو نشون میده که داره توی باغ وحشی به پنگوئن‌ها غذا میده که یه دفعه لیز میخوره و دندونش میشکنه. اون به چارلی زنگ میزنه و ازش میخواد که کمکش کنه. چارلی که در حال اشغال با یه زن دیگه ای بوده، اون زنه رو دکش میکنه و سری میرسه به مطب. اون دندون کم رو براش درست میکنه و از کم پول نمیگیره. اون به جاش به کم میگه اگه که دوست داری میتونی به جای اینکه به من پول بدی با هم یه قرار بذاری. ولی کم خیلی مؤدبانه رد میکنه و از اونجا میره. چند دقیقه بعد کم دوباره برمیگرده و میگه ماشینم خراب شده. که باز بنده خدا چارلی بهش کمک میکنه تا ماشینش هم درست کنه. وقتی که کم میخواسته بره سوار ماشین بشه، یادش میاد که اشتباهاً کلیدشو جا گذاشته توی ماشین. برای همین این سری از چارلی میپرسه که میشه به من کمک کنی تا من برم خونه و کلید زاپاسمو بردارم و بیام اینجا در ماشین باز کنم. که این سری چارلی بدبخت مجبور میشه که بره خونه‌ش و کلیدای زاپاس رو بیاره و بتونن در رو باز کنن. وقتی که در ماشین رو باز میکنن، چارلی ازش دوباره میخواد که میشه با هم دیگه بریم یه شام بزنیم و دعوت منو قبول کنی. ولی کم هنوز آمادگی قرار گذاشتن با کسی رو نداره. چارلی میرسه خونه و خیلی شوکه میشه، چون که میبینه منشی دفترش ریبا توی خونش نشسته و منتظرش. اون به چارلی تمنا میکنه که با هم بخواب، چون که شنیده که چارلی مهره مار داره و برای همه شانس میاره. چارلی قبول نمیکنه، ولی ریبا میپره روش و اوه یا خدا اون همه وزن. بعد دیگه بقیه‌اش هم دیگه خودتون میدونید چی میشه، شیطونا. صبح استو بهش میگه باور کن تو برای همه شانس میاری و به نظرم میتونی از این استفاده کنی تا بتونی با زنهای خیلی زیادی خوش بگذرونی. چارلی میگه من اینجور آدمی نیستم، ولی استو خرش میکنه و بهش میگه تو پیش خودت اینجوری فکر کن که باعث میشه که دیگران به عشق واقعیشون برسن. برای همین اون شروع میکنه به خوابیدن با زنهای مختلف و تمام این زنها عشق واقعیشون رو بعد از مدتی پیدا میکنن. ولی با این حال چارلی اصلا از این قضیه خوشحال نیست، چون میدونه که زنها دارن ازش استفاده میکنن تا به اون عشق واقعیشون برسن. پس تصمیم میگیره که دیگه سرویس رسانی به زنهای مختلف نکنه. چارلی هنوز عاشق سمه و میخواد عشق اون رو به دست بیاره. اون میره محل کار کم و اون رو میبینه. دوباره میاد شانسش رو امتحان میکنه و ازش میخواد که میشه با هم دیگه بریم بیرون، که این دفعه کم قبول میکنه.
ولی کم به چارلی میگه که من تو رو فقط در حد دوست خودم میدونم، پس انتظار چیزای دیگر رو نداشته باش. بعد از این یه شب خیلی خوب رو میگذرونن، اونا همدیگر رو میبوسن و کم هم به نظر میاد از چارلی خوشش میاد. روز بعدش اونا با همدیگه میرن سر قرار و وقتی که داشتن برمیگشتن این سری میخواد چارلی ببردش خونه خودش. وقتی که کار داره به جای باریک و خاک بر سری میرسه، استو یه دفعه زنگ میزنه به چارلی اطلاع میده که رسما تمام زنایی که تو باشون خوابیدی ازدواج کردن. چارلی که اینو میشنوه چون نمیخواد کم رو از دست بده، یه جوری سعی میکنه نذاره کار به جای باریک برسه، چون که دوست نداره که کم بره با یه کس دیگه ازدواج کنه. روز بعدش که هنوز چارلی به این تلس ایمان نیاورده، اون میره با یه زنی که فکر میکنه به هیچ عنوان ممکن نیست که این بتونه کسی رو پیدا کنه و باش ازدواج کنه. اون حتی به این زن پیشنهاد میکنه که من به $1000 میدم اگه تو با من باشی. دختر قبول میکنه که شام بره باش بیرون و بعد از اون هم کار اداری رو با هم دیگه شروع میکنن. چند وقتی چارلی منتظر اینه تا ببینه که آیا این تلسم واقعی هستش یا نه. توی این مدت که چارلی منتظره، به کم گفته که من مریضم و ازش خواسته که بیا با هم دیگه رابطه از راه دور داشته باشیم. بعد از اینکه یه هفته میگذره، کم احساس میکنه که چارلی داره ازش دوری میکنه و به چارلی میگه که من دیگه بیشتر از این نمیتونم خودمو کنترل کنم و من میخوام. اون چند تا عکسای جذاب برای چارلی میگیره که باعث میشه چارلی گوشی رو قطع کنه و دیگه خفه بشه تو آب بمیره. یه شبی استو بهش زنگ میزنه و میگه که همچین تلسمی وجود نداره، چون که من بعد از تو رفتم با این دختر چاقه و هنوز هم باهاش ازدواج نکردم. چارلی که میفهمه همچین تلسمی وجود نداره، با بالهای باز به سمت کم پرواز میکنه. اونا شروع میکنن به کارهای دفتری. روز بعد از کارهای اداری و دفتری، اون دختر چاقه رو میبینه توی اخبار که اونم تونسته با یه مردی ازدواج کنه. اون زنگ میزنه به استو، فوشش میده و ازش میپرسه تو مگه نگفته بودی که من رفتم با این دختره؟ که استو بهش میگه که من داشتم نقش بازی میکردم. بعد از اون چارلی به شدت مراقب کم هسته، چون میترسه که اون هم عشق حقیقیش رو پیدا کنه و چارلی رو ول کنه و بره. اون را بهش زنگ میزنه، کلی براش هدیه میگیره، گل میگیره و خلاصه انجام کارهای مختلف دیگه. یه روزی چارلی میره سر کار کم و میخواد ازش خواستگاری کنه که میبینه که کم داره با یه پسری صحبت میکنه و خوشو بش میکنه. این پسر در اصل آرایشگر کم بودش و سر و سری هم باهاش نداشته، ولی وقتی که داره اونجا رو ترک میکنه، چارلی با یه عدد پنگوئن بالغ شروع میکنه به زدنش. کم که از رفتار خیلی بد چارلی به ستو اومده، تصمیم میگیره که چارلی رو همونجا ترک کنه. بعد از اون چارلی وقتی که داشته با منشی صحبت میکرده، یه بطری میبینه رو زمین که در حال چرخش هستش و این باعث میشه که یاد آنیشا بیفته که نفرینش کرده. اون از استو میخواد که بفهمه که آنیشا کجا زندگی میکنه و اونا با همدیگه میرن به سمت خونه آنیشا تا آنیشا رو پیدا کنن. اونا آنیشا رو پیدا میکنن و چارلی از آنیشا تمنا میکنه جون مادرت این تلس رو از سر ما بردار، پدر ما رو درآورد. آنیشا به چارلی میگه که بابا من اصلا تلسمی نکردم، تو اصلا تلسمی وجود نداره، خیالات برات داشت. چارلی که عاشق کم هستش، هنوز کم نیاورده و کم کم زنگ میزنه به کم و بهش میگه که من یه میتینگ برات ترتیب دادم با یه شخصی که متخصص پنگوئن هاست، چون که اون میدونست که کم خیلی دوست داشته با این دکتر ملاقات داشته باشه تا بتونه راجع به کارشون با هم دیگه صحبت کنن. بعد از اون چارلی پا میشه و میره به سمت محل کار کم که اون میبینه که کم داره با یه شخصی خوشوبش میکنه، پس تصمیم میگیره که بیخیال کم بشه و سعی کنه که اون رو فراموش کنه. اون برمیگرده خونه و شروع میکنه به پنگوئن بازی کردن با پنگوئنش. در حین بازی با پنگوئنا بوده که استو میاد خونه و بهش میگه که منم میخوام با یه دختری به اسم لارا ازدواج کنم. وقتی داشتن صحبت میکردن مشخص میشه که لارا هم کم رو میشناسه و کم به لارا گفته که میخواد به زودی بپره و با هاروارد از اونجا بره. استو به چارلی میگه که اگه واقعا عاشق کم هستی باید براش بجنگی و کم کم دلش رو دوباره به دست بیاری توی فرصت کم. چارلی که فرصتش خیلی کمه به سمت فرودگاه حرکت میکنه و مجبور به خریدن یه بلیط خیلی گرون میشه به سمت مسیری که کم میخواد بره. اون به هواپیما میرسه و به کم اعتراف میکنه که من خیلی دوستت دارم و ازت خواهش میکنم از پیشم نرو. معلوم میشه که هاوارد، اون شخصی که داشته با کم میرفته به سمت قطب شمال، اون هم ازدواج کرده بوده از قبل. قبل از اینکه هواپیما بپره، چارلی جعبه حلقه به کم میده که توش حلقه هم نیست. اون میخواد از هواپیما پیاده بشه که کم صداش میکنه و اونا همدیگر رو بغل میکنن و شروع میکنن به بوس بازی. بعد از اون فیلم اون دختره آنیشا رو نشون میده که یه سوزن از توی عروسک در میاره، که این نشون میده که واقعا این پسر تلس شده بوده از هم اول فیلم تفتم است. بعد از اون فیلم نشون میده که یه سال از اون قضیه گذشته و این دو نفر توی قطب شمال در حال بوسیدن همدیگه هستن در کنار یک مشت پنگوئن. بچه امیدوارم که از شنیدن این داستان پر از پنگوئن خوشتون اومده باشه و حتما ویدیو رو لایک کنید. برام پایین این ویدیو بنویسین که به این ویدیو چه رتبه میدیم. فراموش نکنید سابسکرایب کنید تا ویدیوهای هر شب من رو از دست ندید. اگر دوست دارید میتونید منو تو اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید، اونجا پستاش با اینجا متفاوت هست و جذاب و جالبتر. یه ویدیو دیگه رو صفحه هستش که میتونید الان برید و اون ویدیو رو تماشا کنید بعد از این ویدیو. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیو بعدی خداحافظتون باشه.